به نام حق و حقیقت، درود بر شما حق جویان گرامی. همونطور که جلسه قبل به شما عزیزان قول داده بودم، امروز میخوایم راجع به ترجیح بلا مرجح با همدیگه صحبت بکنیم. اگه از قسمت قبل یادتون باشه، بین گزاره 4 و 5 برهان وجوب امکان، 3 تا گزاره رو اینها در تقدیر میگرفتن به صورت مخفیانه و از نتیجه اون گزاره ها استفاده میکردن. اون 3 گزاره این بود که اولا که ترجیح بلا مرجح محال است. گزاره دیگه این بودش که نسبت ممکن الوجود با وجود و عدم یکسان است، یعنی ما اینجا یه دونه بلا مرجح داریم و باید یک ترجیح دهنده ای باشد که ممکن الوجود موجود بشود یا عدم بشود. اسم اون ترجیح دهنده رو میگذارن علت و گزاره بعدی این میشه که پس هر ممکن الوجودی که موجود میشود علتی دارد، یعنی باید یه علتی باشه که بیاد وجود یا عدم رو به ممکن الوجود ترجیح بده. ترجیح بلا مرجح محال است. خب ترجیح بلا مرجح محال است یعنی چی؟ این برمیگرده به ساختارشناسی ذهن انسان، یعنی ما باید یک تأملی در مورد ذهن انسان و نحوه تصمیم گیری انسان داشته باشیم و بدونیم که ترجیح بلا مرجح آیا انسان انجام میدهد یا نمیدهد. فارسیش میشه چی؟ فارسیش میشه انتخاب رندوم، انتخاب شانسی، انتخاب تصادفی. بعد اینم در ذهنتون باشه، ترجیح بلا مرجح فعل یک موجود هوشمنده. ما اصلا در مورد جهان هستی، در مورد موجودات بیجان، در مورد اتفاقاتی که پیرامون ما میفته اصلا لفظ ترجیح رو به کار نمیبریم. ترجیح فقط زمانی لفظش به کار برده میشه که یک فرد هوشمند با قدرت ترجیح دادن باشد. حالا ببینیم که آیا این فردی که هوش دارد و قدرت انتخاب و اختیار دارد میتواند بدون مرجح، یعنی دو چیزی که کاملا یکسان هستند، یکی از اونها رو تصادفی انتخاب بکنه، یا اینکه حتما باید یکی از اون دو تا برتری داشته باشه تا این بخواد اون شیء برتر رو انتخاب بکنه. در مورد ممکن الوجود و نسبتش با وجود عدم اصلا این کاربرد نداره، چون ممکن الوجود رو حتی اگر علتی هم داشته باشه علتش معمولا موجود هوشمند نیست. فرض کنید مثلا علت آتش ممکنه ماده سوختنی باشه، یا علت جاذبه ممکنه جرم باشه، علت مثلا شتاب ممکنه نیرو باشه. خب نیرو قطعا موجود هوشمند نیست، جرم هوشمند نیست، ماده سوختنی موجود هوشمند نیست. این علت هایی که ما در جهان هستی مشاهده میکنیم معمولا موجود باهوش نیستن، معمولا اختیار ندارند که علت بشوند برای چیزی یا علت نشوند برای چیزی. اینو میتونید خودتون با مراجعه به جهان هستی به راحتی بهش برسید. اما بیاید فرض بکنید که قرار یک موجود هوشمندی بین دو چیز یکی از اونها رو انتخاب بکنه. آیا میتونه به صورت تصادفی یکی از این دو تا رو انتخاب بکنه، یا اینکه باید حتما یکی از این دو بر دیگری برتری داشته باشه؟ فیلسوفان اسلامی اینا ادعاشون اینه که اگه شما دو تا جعبه که از هر لحاظی یکسان باشن جلوی یک فرد بگذارید و بگید آقا شما یکی از این دو تا رو حق داری انتخاب بکنی، این فرد اگر اون دو تا جعبه از هر حیث شبیه هم باشن و هیچ برتری بین این دو تا نباشه، نمیتونه هیچ کدوم از اون دو رو انتخاب بکنه. ما با مراجعه به جهان خارج میبینیم که این گونه نیست واقعا، یعنی ما میتونیم انتخاب بکنیم بین دو تا چیزی که از هر لحاظی شبیه هم هستن. مثل همین مثالی که گفتم، یه مسابقه هست و تعدادی جعبه مجهول جلوی ما میگذارن، توی یکی جایزه است، توی بقیه‌اش مثلا جایزه نیست و از ما میخوان که اینا رو انتخاب کنید. ما نمیدونیم واقعا توی کدوم جایزه هست. ما به صورت تصادفی یک کدومش رو انتخاب میکنیم. ما اینگونه میاندیشیم که قدرت تولید انتخاب‌های تصادفی رو داریم. اما فلاسفه میگن نه، شما واقعا انتخاب تصادفی نمیتوانید انجام بدید. هر انتخابی که شما انجام میدهید این ناشی از فعل و انفعالاتی در وجود شما هست که دقیقاً شما مجبور شدید که این انتخاب رو بکنید. مثلا شما راست‌دست هستین، سمت راستی رو انتخاب کردید. شما ممکنه بگین که نه ما واقعا تصادفی انتخاب. اینا میگن که نه، انسان قدرت انتخاب تصادفی نداره. و از این عجیب‌تر میگن شما فرض کنید تو یه خطری داره شما رو تهدید میکنه، یه گرگی دنبال شما داره میدوه، میخواد شما رو بگیره و بخوره. بعد شما میدوید میدوید به یه دوراهی میرسید، دو تا راه عین هم هستن، شما میمونید که از چپ برید یا از راست برید. اینا ادعا میکنن که شما انقدر اینجا میمونید تا گرگ برسه و شما رو بدره و نمیتونید اگر دو تا راه عین هم باشن حتی به صورت تصادفی یکی از اونها رو انتخاب کنید، فقط به خاطر اینکه از دست گرگ نجات پیدا کنید. خب در نگاه اول به نظر میاد که این حرف فلاسفه اسلامی حرف اشتباهی باشه، یعنی شاید واقعا همچین چیزی نباشه، ما قدرت انتخاب تصادفی رو داریم. اما اگر اجازه بدید که ما یک مقداری به ساختار ذهن انسان عمیق‌تر نفوذ بکنیم، به نظر میرسه که این حرف درستی باشه. یعنی ذهن انسان یک الگوریتم بسیار پیچیده منطقی، شاید متشکل از ده ها میلیارد سلول عصبی به هم پیوسته و یه شبکه بسیار پیچیده در هم تنیده که میشه اون رو با یک
معادله ریاضی بسیار پیچیده ما معادل سازی هم بکنیم. ذهن انسان کاملا این امکان را داره که به صورت تابع ریاضی تمام ورودی ها رو بهش بدیم و تمام خروجی ها رو ازش بگیریم. اگر بشه ذهن انسان رو با یک تابع ریاضی شبیه سازی کرد، خب پس می شود با ورودی یکسان خروجی یکسان ازش گرفت. یعنی واقعا ما خروجی تصادفی نداریم، خروجی وابسته به ورودی های ماست. بذارید من یک مثالی به شما بزنم. فرض کنید ما دو تا ربات داریم و اینها ذهنشون مثل ذهن انسان هوشمنده. یعنی ما ذهن انسان رو کاملا شبیه سازی کردیم، در این دو تا ربات قرار دادیم و به عنوان داده فرض کنید ما یک جوانی رو از بعد تولد تا الان که مثلا سن 20 سالگیش هست، تمام اطلاعاتی که این دیده، شنیده، تمام حواسش لمس کرده، خاطراتش، هر چیزی که این توی وجودش بوده، تمام این ورودی‌هاش ما ضبط کردیم و به عنوان داده به مغز این ربات دادیم. یعنی اون ربات دقیقاً خودش فرض میکنه که این جوان 20 سال است و توی فلان خونه متولد شده، مادرش اینه، پدرش اینه، فلان روز معده‌اش درد گرفته، فلان روز مثلا بالا آورده، فلان روز غذا مثلا عدس پلو خورده و هزار تا چیز دیگه. تمام ورودی‌هایی که این جوان داشته رو به این دو تا ربات دادیم. الان این ربات ها توی یک مسابقه برده میشن جدا از هم دیگه، ولی باز محیط مسابقه عین هم، همه چی مثل هم، زاویه نشستنشون روی میز عین هم و دو تا چیزی که جلوشون قرار داده میشه عین هم، دو تا فرض کنید بسته جلوشون قرار میدن بدون اینکه تفاوت ظاهری با هم داشته باشه و ازشون میخوان که شما یکی از این دو تا بسته رو انتخاب بکن. سوالی که من میپرسم اینه، آیا ممکنه که این دو تا ربات مختلف بردارند یا اینکه قطعا عین هم برمیدارند؟ این سوال شاید سوال بسیار پیچیده باشه در حد دکترای فلسفه ذهن. سوال ساده ای نیست. من این رو از اساتید فلسفه ذهن زیادی توی دانشگاه پرسیدم و جالب این بودش که جوابهای متفاوتی میشنیدم. یعنی سوال ضعیفی نیست. سوال بسیار پیچیده ای هست و از اساتید فلسفه اسلامی هم این سوال رو زیاد پرسیدم، باز جوابهای مختلفی به من میدادن. یعنی یک پاسخ من دریافت نمیکردم، هر کدومم دلیل خاص خودش رو داشت. ببینید سوال رو من اینگونه پرسیدم، آیا ممکن است که متفاوت بردارن یا اینکه قطعا یکسان برمی‌دارن؟ کسانی که ادعا میکنن که افعال ما، رفتار ما تابعی است از تمام ورودی‌های ما در زمان‌های گذشته، اینا میگن نه، قطعا ما یکسان انتخاب میکنیم، هر چقدر شرایط عین هم باشه، هر چقدر شرایط سخت باشه، عین هم باید این دو تا ربات رفتار بکنن. چرا؟ چون ورودی‌هاشون از بدو تولد تا الان یکسان بوده. یعنی اینها اینگونه تصور میکنن که فعل بعدی هر انسانی مجموعه است از عملکردهای ریاضی بین ورودی‌های اون که نتیجهش میشه این فعل بعدی. یعنی میگن شما برای اینکه یک چیز رو انتخاب بکنید باید یک برتری، اگرچه بسیار جزئی، اگرچه وهمی، مهم نیست، بین اون بر دیگران احساس بکنید و این برتری چگونه نسبت داده میشه به یکی از گزینه‌ها بر اساس ورودی‌های شما. مثلا فرض کنید جلوی شما یک جواهر میذارن با یک مثلا زغال گداخته، میگن یکی از این دو تا مال شماست. خب شما اگر واقعا انسان عاقلی باشید جواهر رو برمی‌دارید، خب زغال گداخته رو با دستتون برنمی‌دارید که دستتون بسوزه. چرا این انتخاب کردین؟ چون واقعا اون به این یکی برتری داشت. حالا هر چقدر این دوتا رو به هم شبیه‌تر بکنند، شما یک برتری ولو ذهنی ولو خیالی به یکی از این دوتا میدید، بعد اون رو انتخاب می‌کنید. و اینکه شما برتری رو به کدوم بدید، این ناشی از اینه که ورودی‌های شما تا حالا چی بوده. فرض کنید مثلا شما راست دست بودین، به سمت راستی برتری. فرض کنید مثلا شما تا حالا مثلا 3-4 بار این کارو کردین، راستی برداشتین، پوچ بوده، این دفعه طبق اون خاطراتون از چپ برمی‌دارید، میگید این دفعه امیدوارم که چپی مثلا جایزه داشته باشه. مهم نیست که شما چگونه انتخاب می‌کنید، ولی میگن که شما حتما یک انتخابی انجام میدید و این انتخابتون قطعاً وابسته به ورودی گذشته است. خب طبق این فرض واقعا اینجوری هست، یعنی ترجیح بلا مرجح برای انسان میشه محال. یعنی انسان ها در شرایط یکسان عین کامپیوتر دقیقا یکسان عمل میکنن. یعنی انسان ها فکر میکنن که اختیار دارن. یعنی اگه شما دو تا انسان ورودی یکسان بهش بدید، اینا خروجی یکسان دارن. مثلا شما به یک نفر تربیت بد بدید، این بد رفتار میکنه. یک نفر رو خوب تربیت بکنید، این خوب رفتار میکنه. اگه یه بچه‌ای رو بردارید جاش رو عوض بکنید، بچه‌ای رو از خانواده جانی بردارید ببرید در یه خانواده‌ای که همه اهل علم و دانش هستن توی یک کشور دیگه، این زبانش زبون اونا میشه، نوع تفکرش تفکر اونا میشه، مثل اونا اهل علم و دانش میشه. برعکس یه فرزند دور از خانواده دوستدار علم ببرید توی خانواده جنایتکار، این بچه جنایتکار میشه. و رازش هم اینه که انسان ها واقعا یک کامپیوتر هستن، انسان ها واقعا یک ربات هستن، انسان ها هیچ منبع اختیار جادویی نمیدونم ماورایی ندارن. واقعا انسان ها بر اساس ورودی های خودشون، بر اساس مغز خودشون که مغزم یک تابع ریاضیه، حالا هر چقدر پیچیده ولی بالاخره یک تابعی است با مثلا 100 میلیارد متغیر، با 100 میلیارد الگوریتم، چند جمله
متغیر که توی هر سلول عصبی فرض کنید شما یک الگوریتم چند جمله ای داشته باشید، ترکیب اینها با هم دیگه ذهن شما رو میسازه و ورودی های شما، حالا فرض کنید شما 500 میلیون ورودی عصبی دارید و نزدیک مثلا 100 میلیون هم خروجی عصبی دارید، این 500 میلیون با اون متغیر و اون 100 میلیون خروجی یک تابع ریاضی مشخص هست، ورودی ها یکسان باشه خروجی ها یکسان هست. این دید رباتی به انسانه و فلاسفه اسلامی این دید رو دارن به انسان، احساس میکنن که انسان یک موجود رباتی است، یک موجود کامپیوتری هست، یعنی ذهن انسان یک کامپیوتر هست. انسان نمیتواند عدد تصادفی تولید کنه، کامپیوتر هم واقعا نمیتونه عدد تصادفی تولید کنه. یعنی اگر کامپیوتر در شرایط یکسان ازش بخوایم که عدد رندوم تولید بکنه، عدد رندومش هم یکسان در میاد. فرض کنید کامپیوتر عدد رندوم رو چجوری تولید میکنه؟ یه الگوریتمی داره، مثلا میاد ساعت سیستم رو برمی‌داره، تعدادی از اعداد حافظه رو مثلا به صورت تصادفی اونا رو میاد انتخاب میکنه، اونا رو تو هم ضرب میکنه، تقسیم میکنه، یه نموداری هست رو نمودار میبره و تبدیلات رو روش انجام میده، یه عدد رو به عنوان خروجی به عنوان عدد رندوم به شما میده. نمیدونم برنامه‌نویسی کردین یا نه، تابعی هست برای تولید عدد تصادفی توی کامپیوتر. اگه واقعا ساعت کامپیوتر دقیقاً همون باشه و مقادیری که تو حافظه کامپیوتر هست دقیقاً همون باشه که تو اون یکی هست و دقیقاً شما کش کامپیوترتون اطلاعاتش یکی باشه، مموریتون اطلاعاتش یکی باشه، هاردتون اطلاعاتش یکی باشه، پایه‌های سی پی یو دقیقاً اعدادی که روش هست یکی باشه و دقیقاً سر یک زمان ثابت با تاریخ ثابت با ساعت ثابت با پیش زمینه کاری ثابت، یعنی کاری که کامپیوتر کرده تا الان دقیقاً این هم باشه، شما از کامپیوتر بخواید که عدد رندوم تولید کنه، دقیقاً دو تا کامپیوتر یا 10 تا کامپیوتر یا 100 تا کامپیوتر با شرط یکسان عدد رندوم یکسان تولید میکنند. این به خاطر اینه که کامپیوتر واقعاً عدد رندوم تولید نمیکنه، ما نمیتونیم حدس بزنیم عددش چیست. چرا؟ چون الگوریتمش الگوریتم پیچیده است، اطلاعاتی که برمیداره اطلاعات نامنظمی است، اطلاعات از جای مختلف که به هم ربط نداره برمیداره و اطلاعات خیلی زود تغییر میکنه، به خاطر همین ما نمیتونیم تخمین بزنیم که اون عدد چیه. مثل شیر یا خط، واقعا شیر یا خط کردن تصادفی نیست. یعنی اگر یک ابر کامپیوتری باشه، نیرویی که ما به سکه وارد میکنیم دقیقاً نقطه اعمال نیرو، جهت اعمال نیرو رو بدونه، سرعت اولیه، مقاومت هوا، شتاب جاذبه، همه این ورودی ها رو داشته باشه، قشنگ میتونه تخمین بزنه که این سکه چقدر به هوا بلند میشه، چند دور میچرخه و با چه زاویه‌ای رو چه سطحی فرود میاد. یعنی قشنگ یک ابر کامپیوتر میتونه پیش بینی کنه که با این سرعت وقتی شما سکه رو پرتاب کردی شیر میاد یا خط میاد. فقط ما چون خودمون نمیدونیم با چه سرعتی پرتاب کردیم سکه رو، برای ما مجهوله که شیر میاد یا خط میاد. واقعا شیر یا خط تصادفی نیست، واقعا قابل پیش بینی نیست. بسیار خوب، پس این نگاه اول به انسان که ادعا میکنن که انسان ها نمیتونن ترجیح بلا مرجح انجام بدن. حالا موجود هوشمند، کلا موجوداتی که تفکراتشون تفکرات تابعی هست، کامپیوتری فکر میکنن، مثل ربات هستن. یک نگاه دیگه هم هست به انسان، اینا میگن که نه، انسان یک موجودی نیست که بشود ذهنش رو با یک کامپیوتر شبیه سازی کرد. یعنی انسان ها همیشه، حالا یا انسان یا یک موجوداتی رو اینا میگن در جهان هستی هستن که اونها این قدرت رو دارن. حالا شما بگید مثلا فرشته، بگید خدا، هر چی، میگن بالاخره یک موجودی در جهان هستی وجود دارد که اون موجود یک تابع نیست، واقعا عدد تصادفی تولید میکنه. شاید هم حرفشون حرف اشتباهی نباشه، مثلا شاید ما بگیم در سطح ذرات بنیادی جهان هستی ما تولید تصادفی داریم، مثلا یک ذره اسپین بالا پایینش ممکنه کاملا تصادفی مشخص بشه در فضای بیکران. اینها میگن که یک موجودی هست که اون موجود داره عدد تصادفی محض تولید میکنه و حالا اینکه اون چرا این عدد تصادفی محض رو تولید میکنه این بماند. اونا میگن خدا کاملا غیر قابل پیش بینی است و خدا هر روز در یک حالت کل یامن هو فی شأن، یعنی هر وقت یه جوری دیگه رفتار میکنه، اصلا رفتار خدا قابل پیش بینی نیست. ولی آیا واقعا خدا از دیدگاه اینها باز طبق میل و اراده خودش داره رفتار میکنه؟ خب باز این میشه اینو تابع دیگه، یعنی اراده ای داره، یک چیزی رو دوست داره و طبق اون دوست داشتن خودش داره رفتار میکنه. یعنی دوست داره مثلا قدرت داشته باشه، دوست داره مثلا عزت داشته باشه، دوست داره انسان ها ازش اطاعت بکنن، حالا به هر علتی بعد یه کاری رو انجام میده، یعنی کارش در راستای اون هدفش هست. بی هدف کلا همجوری تصادفی نمیاد مثلا یکی رو بزنه بکشه، یکی رو بزنه زنده کنه، یک حکمتی پشت سرش هست. یعنی باز الان ما خدا رو هم داریم رباتی تصور میکنیم، کارهایی که انجام میده. اما بعضیا میگن نه، موجوداتی در جهان هستی هستن که اینها ذهنشون تابع ریاضی نیست، کلا تصادفی کار میکنه و بعد میگن حالا این رفتار تصادفی اونها روی انتخاب انسانها تاثیر میگذاره. حالا یا میگن خود انسانها رفتار تصادفی دارن که اینو ما واقعا به شهود خودمون میتونیم درک بکنیم، واقعا دو تا چیز که جلوی ما میگذارن ما تصادفی برمیداریم، ما یه کمی مثلا این برابر میکنیم، 20 40 میکنیم، یه شیر خطی میکنیم، یکیشو برمیداریم بالاخره.
میزنه، یا همینجوری مثلا دستمون دراز میکنه چشمون میبندیم به هر کدوم خورد اونو برمیداریم، دیگه این میشه کاملا تصادفی دیگه، ما دستمون رو نمیدونیم به کدوم سمت الان دقیقاً تو چه زاویه قرار داره، چشمون میبندیم یه کمی کجاکله میکنیم دستمون رو توی زاویه قرار بگیره و بعد میبریم جلو به یک از جعبه‌ها بخوره. خب این از نظر ما کاملا تصادفیه دیگه، یعنی اگه من دقیقاً یک بار دیگه زمان به عقب برگرده بخوام این کارو بکنم، ممکنه من دستم یه جوری تکون بدم که دومی بخوره. یعنی نمیشه گفت اگه دو تا ربات از این روش بخوان استفاده بکنن برای اینکه یک جعبه رو بردارن، دقیقاً یک جعبه رو برمی‌دارن، ممکنه یکی اولی رو برداره یکی دومی رو برداره. این واقعاً میشه گفتش که یک جورایی انسان قدرت رفتار تصادفی رو داره. حالا یا بگیم که انسان این گونه هست، یا طبق نظر بعضی از فلاسفه بگیم که نه، انسان تصادفی نیست، انسان یک کامپیوتره، منتها موجوداتی در جهان هستی هستن، حالا جن، فرشته، خدا، هر چی اسمشو بگذارید، اونها میان روی اراده انسان‌ها تأثیر می‌گذارن و اونها میتونن انسان‌ها رو جوری کمک بکنن که انسان‌ها رفتار متفاوت داشته باشن. یعنی دو انسان با ورودی یکسان تا همین الان میتونن از این لحظه به بعد کاملا متفاوت رفتار بکنن. چرا؟ مثلا فرض کنید یک جایی توی سیاره دیگه یه الکترونی مثلا یک چرخش تصادفی داشته باشه و طبق پیچیده‌ترین روابط فیزیکی شما بگین رفتار این الکترون روی یک قسمت از مغز من توی این دنیا تأثیر بگذاره و سیگنالی حالا تقویت بشه و تبدیل بشه به این انتخاب من و اون حرکت الکترون هم کاملا تصادفی باشه. یعنی ممکنه دفعه بعدی در زمان یکسان با ورودی یکسان که زمان به عقب برگرده و من تو همون حالت باشم، الکترونه دیگه اون رفتار رو نداشته باشه، جهت چرخش مخالف رو داشته باشه و من انتخاب دیگه ای داشته باشم. یعنی ممکنه یک چیز تصادفی در جهان هستی باشه، یعنی یکی از ورودی های من تصادفی محض باشه، روی خروجی من تاثیر بگذاره، یا اینکه خود من قدرت تولید عدد تصادفی محض رو داشته باشم و از اون در الگوریتم هم استفاده بکنم و بتونم خروجی تصادفی داشته باشم. پس طبق این نظر دوم، ترجیح بلا مرجح برای موجود هوشمند اصلا محال نیست. حالا به هر حال چه ترجیح بلا مرجح محال باشد برای موجودات هوشمند، چه محال نباشد برای موجودات هوشمند، اصلا هیچ ربطی به بحث فعلی ما نداره. اینا اصلا اشتباه دارن از این مسئله استفاده میکنن. اینا میخوان بگن که ممکن الوجود نسبتش با وجود عدم یکسانه، پس یک چیزی باید باشد که اینو به یک سمتی هول بده. اینو ما قبول نداریم. حتی اگه واقعا ممکن الوجود نسبتش با وجود عدم یکسان باشه، چیزی لازم نیست که ممکن الوجود رو به یکی از دو تا سمت هول بده. کاملا ممکنه تصادفی به یکی از اون دو طرفی که نسبتش یکسانه سوق داده بشه. چرا شما تصورتون تمام تصورات انسانی است و فکر میکنید که حتما باید یک موجود باشعوری باشه که بیاد اینو ورداره به اون سمت هول بده؟ مگه تا حالا هر سنگی که افتاده حتما یکی اومده اون هول داده افتاده؟ نه دیگه، تمام اتفاقاتی که تو دنیا افتاده تا الان همه بر اساس قوانین فیزیکی بوده و قوانین فیزیکی هیچ کدومشون شعور نداشتن. نمیشه این انتخاب ها رو ما به یک موجودات هوشمندی همه رو بیایم نسبت بدیم. یعنی خیلی بعیده، خیلی ادعای بزرگ و عجیبیه که ما بگیم هر اتفاقی که داره میفته حتما یک موجود باشعور و هوشمندی اومده با یک هدفی این رو برداشته تو این راه سوق داده. نه، اینجوری نیست. اما علت داشتن چی؟ آیا میشه گفتش که هر اتفاقی که میفته حتما علتی داره؟ این رو گفتم احتیاج به اثبات داره. نمیشه گفت. ما میتونیم بگیم اگه علت نباشه معلول نیست، ولی نمیتونیم بگیم اگه معلول هست حتما هم علت هست. اینو نمیتونیم بگیم. شاید اصلا اون پدیده معلول نباشه. ببینید، ما از روی مشاهده جهان خارج و اینکه اتفاقی همیشه بعد از اتفاق خاصی رخ داده فهمیدیم که اون علت اینه. یعنی ما فهمیدیم که جرقه علت آتشه، بدون جرقه آتش رخ نداده، بدون ماده سوختنی آتش نمیشود وجود داشته باشد، بدون اکسیژن آتش نیست. ما فهمیدیم که اکسیژن علت آتشه، یعنی اگر اکسیژن نباشد آتشی در کار نخواهد. ولی آیا همه چیز حتما مثل آتش هستند که باید یه چیزی باشه که اگه اون نباشه اینم نیست؟ اینو از کجا فهمیدیم؟ اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ باید مشاهده بکنیم همچین. خود اکسیژن چی؟ آیا اکسیژن یه علتی داره که اگه اون نباشه اکسیژن هم نیست؟ این رو ما باید یه جوری بفهمیم که اکسیژن علتی داره دیگه. ما باید یه مشاهده‌ای داشته باشیم. همینجوری نمیتونیم یه حکم کلی برای همه چیزها بدیم. ما برای آتش مشاهده کردیم، فهمیدیم آتش علت داره. حالا مثلا برای الکترون ما مشاهده‌ای نداریم. نمیدونیم واقعا آیا یک الکترون تنها توی جهان بیکران این علتی داشته که به وجود آمده، یا همینجوری از غیب ظاهر شده. اینو ما چجوری باید بفهمیم؟ باید بریم مثلا رصد بکنیم، میلیون ها الکترون رو نگاه بکنیم، ببینیم مثلا هر دفعه یه الکترون خاص به وجود بیاد، یه سری شرایط کوانتومی اونجا برقرار شده و این به وجود اومده، یه میدانی بوده مثلا، یه انرژی بوده اونجا، به هر حال یه چیزی بوده که این به وجود اومده، که بعد بتونیم حدس بزنیم که اون علت اینه. و باید بریم بگردیم ببینیم آیا واقعا یک مورد مشاهده نداشتیم که الکترونی مثلا از عدم به وجود اومده باشه. ما همچین مشاهداتی نداشتیم، نمیتونیم واقعا نظر بدیم. خیلی سخت حکم کلی دادن تو این مسئله که هر موجودی حتما یک علتی داشته. خاصا خود این میشه تسلسل، چون بالاخره اون علت هم
هم موجود هست دیگه، باید اونم پس علتی داشته باشه دیگه. واقعا اگه کسی علیت رو قبول داشته باشه باید به تسلسل و اعتقاد داشته باشه، نمیشه بدون تسلسل کسی علیت رو قبول داشته باشه. خب بریم به اصل مطلب بپردازیم. آیا ممکن الوجود نسبتش با وجود عدم یکسانه؟ خب قطعا یکسان نیست، این حرف اشتباهیه که اینا میزنن. بذارید من یه مثال بزنم. فرض کنید شما دو تا جعبه رو میذارن جلوتون، میگن یکی از این دو تا رو انتخاب بکن. شما میتونید اولی رو انتخاب بکنید، میتونید دومی رو انتخاب بکنید، میتونید هیچ کدوم از اونها رو انتخاب نکنید. الان که دارید فکر میکنید خب هیچ کدوم از اونها رو انتخاب نکردید، یعنی یک حالت سومی هم هست بین اینکه جعبه اول رو بردارید و جعبه دوم رو بردارید، همین حالت فکر کردن که هیچ کدوم رو برنداشتید. اما بین وجود و عدم یک حالت سومی تصور نمیشه کرد که شما اون بین وایسید بعد بیاید تصمیم بگیرید که حالا موجود بشید یا عدم بشید. ممکن الوجود یا معدومه یا موجوده. نمیشه گفت ممکن الوجود یه جای خارج از وجود عدم وایساده، یه دیواری بین وجود و عدم هست که ممکن الوجود رفته بالاش وایساده داره تصمیم گیری میکنه که بگه حالا موجود بشم یا معدوم بشم. خیلی عجیبه ها، یعنی من تعجب میکنم کی این حرف رو زده و چرا بقیه این اعتراض رو بهش وارد نمیکنن. این یه جای وایساده بین وجود و عدم و حالا داره سوال میپرسه، میگه منتظر یه کسی بدین هول بده، یا بندازه سمت وجود یا بندازه سمت عدم. واقعا ممکن الوجود اگه هست که هست، اگه نیست که نیست دیگه. الان شما یه درخت میبینید، ادعا میکنید که این ممکن الوجوده. خب الان هست دیگه، شما به چه علتی گفتید ممکن الوجوده؟ من از تعداد زیادی از فلاسفه اسلامی سوال پرسیدم، شما الان یک درخت میبینید به چه دلیلی ادعا میکنید که این ممکن الوجوده؟ میگن چون یک زمانی نبوده، یعنی حدوث رو اینا هم معنی ممکن الوجود بودن میگیرن. ما تو برهان حدوث اینو کامل میخوایم بحث بکنیم با هم دیگه. واقعا این دو تا معنی یکی نیستن، اشتباه میکنن اینا. ممکن الوجود بودن ربطی به حدوث نداره. ممکن الوجود بودن یعنی میشود وجود داشتن بر این حمل بشود، میشود وجود داشتن به این مفهوم حمل نشود. این بحث اصلا مفهومی است، تو حمل اولیه. ربطی به حمل شایع صنایع نداره، ربطی به درخت موجود در جهان خارج نداره اصلا. ممکن الوجود بودن درختی که الان موجود هست، موجود هست دیگه، باید وجود داشتن بهش هم بشود، باید بهش هم بشود. اینکه تو یک زمان دیگری تو یک مکان دیگری درخت موجود نباشد ربطی به اینکه الان تو این ظرف زمان و مکان درخت هست ندارد. یعنی اون که در 100 سال پیش یا 100 سال بعد توی مثلا حیات همسایه درخت نیست، ربطی به اینکه الان تو حیات خونه من درخت هست نداره. واقعا الان اینجا درخت هست و باید هم باشد. این باید باشد رو ما اصلا نمیتونیم بفهمیم ها، این حرف الکیه. باید بودن فقط در حوزه حمله اولی است که ما میگیم یک ذاتی یک مفهومی بهش هم شده، میگیم پس این هم واجبه. توی حمله شایع صنعی ما فقط میگیم هست یا نیست. اینکه باید باشد یا نباید باشد شما نمیتونید، ما خودمون داریم میگیم. این رو حواس، این حرف ادعاست. ما فقط میگیم آقا الان اینجا درخت موجود است. اینکه دیگه حالا این درخت ممکن الوجود است یا واجب الوجود است، این حرف هواییه، حرف ادعاییه. این حرف که پشتوانه عقلی نداره، ادعای خالصه. اینکه حالا 100 سال پیش نبوده چه ربطی داره؟ 100 سال پیش نبوده الان هست، ما میفهمیم که درخت حادثه. این رو میفهمیم. ممکن الوجود بودن یک مفهومیه که ربطی به حدوث ندارد. این رو خوب دقت بکنید. حدوث یک مفهوم مجزا است برای خودش، ممکن الوجود بودن یه مفهوم دیگه ای واسه خودش. حالا اصلا فرض کنید که ما ممکن الوجود بودن رو حادث بودن بگیم، باز شما با دیدن، فرض کنید حالا یک درخت نگم، شما یک تکه سنگی رو میبینید توی فضا داره حرکت میکنه، شما الان کجا میفهمید که این حادثه؟ یه شهاب سنگی رو میبینید، یه سنگ سرگردان توی فضا، یه ستاره دنباله دار مثلا، یه سنگی که داره توی فضا حرکت میکنه، هیچ واکنشی هم انجام نمیده، از جلوی زمین رد میشه میره تو مدار خودش، از کهکشان هم فرض کنید رد میشه میره بیرون تو فضای بیکران، این داره با سرعت ثابتی توی جهت ثابتی حرکت میکنه. شما کجا میفهمید این سنگ حادثه؟ از کجا میخواید بفهمید این ممکن الوجوده؟ نسبتش با وجود عدم از کجا میدونید که این یکسانه؟ خب این موجوده دیگه. نسبتش با وجود 100 درصده، نسبتش با عدم 0 درصده. و سنگی هم که الان نیست، الان یه قوله شاخدار که الان نیست، نسبتش با عدم 100 درصده، نسبتش با وجود 0 درصده. 50-50 کجاست؟ شما یه چیز به من نشون بدید که نسبتش به وجود عدم 50-50 باشه، یعنی نه موجود باشه نه معدوم. خب احتمالاً فهمیدید اشکال چیه. بعضیا میان اینجوری توجیه میکنن، میگن این ممکن الوجود ما ماهیتش رو میایم نگاه میکنیم. ماهیت مثلا میز رو شما میدونید چیه، بعد یک ادراکی رو الان شما از طریق ورودی های خودتون دریافت میکنید. ممکنه توی این ادراک شما میز باشه، ممکنه توی این ادراک شما میز نباشه. پس نسبت این ممکن الوجود که همون ماهیت میز باشه با وجود داشتن در این ادراک شما و با معدوم بودن در این ادراک شما 50-50. یعنی ممکنه تو این ادراک شما میز باشه، ممکنه تو این ادراک شما میز نباشه. پس این میشه توجیهش که ممکن الوجود نسبتش با وجود و عدم در این ادراک فعلی شما یکسان است. بسیار خب، هرچند که واقعا یکسان نیست، ولی خب ما اینو فرض میکنیم. باشه، اشکال نداره. طبق این توجیه ما میگیم یک ماهیتی که در ذهن ما هست، مثلا ماهیت خواهر، یه ماهیتی که بالاخره یه مفهوم ذهنی است، ممکنه الان من چشمم رو باز بکنم خواهر را جلوی چشم خودم ببینم، ممکنه چشمم رو باز بکنم خواهر من اینجا نباشه و این مفهوم در ادراکات من در
این لحظه مصداق پیدا نکند. فرض کنید ما به این بگیم نسبت با وجود عدم یکسان بودن. خب حالا چی شد؟ آیا الان برای اینکه مثلا خواهر من در این ادراک من باشه علت این نیاز هست؟ آیا برای اینکه میز در این اتاق موجود باشه، در این ادراک بعدی من موجود باشه علت نیاز هست؟ یعنی اینکه ماهیت در یک ادراکی مصداق داشته باشه یا نداشته باشه، این یک کسی میخواد که بیاد این ماهیت رو ورداره ببره بندازه در عالم موجودات، یا اگر مثلا اتفاق نیفتاده یعنی ور داشته پرت کرده سمت معدوم ها؟ واقعا تصور شما از جهان هست این گونه است؟ نه، اینجوری نیست واقعا. کسی نمیاد این ماهیت ذهن من رو برداره بهش وجود بده در ادراک بعدی من. اینو خوب بهش دقت بکنید. علتی نمیاد که ور داره ماهیت میز رو ببره بهش وجود بده. ممکنه اینکه میز توی اتاق اومده اینجا یه علتی داشته باشه، اینو ما کار نداریم. اینی که ماهیت میز الان اینجا مستاق پیدا بکند، این علت نمیخواد. این واقعا همون ترجیح بلا مرجح هست. یعنی واقعا یه پدیده تصادفی است. تصادفش از این ناشی میشه که من دقیقاً کجا باشم، تو چه زاویه چشم رو باز بکنم، آیا تو اون اتاق از قبل میز بوده یا نبوده. حالا فرض کن چشم منو میبندم میبرم توی اتاق، باز میکنم، بالاخره یا میز بوده یا نبوده دیگه تو اون اتاق. درسته برای من مثل اون شیر یا خط تصادفی است، مجهوله، من نمیدونم الان میز هست یا نه، ولی واقعا یا میز هست یا میز نیست دیگه. من چشمم رو باز میکنم مشخصه برای جهان هستی که بالاخره من میز میبینم یا نمیبینم. الا اینکه من یعنی یه کاری میخوام بکنم که حرف اینا درست در بیاد دیگه. ته تهش اینه که ما توی دنیای مجازی داریم زندگی میکنیم. فرض کنید مثلا ما توی ماتریکس داریم زندگی میکنیم و یک ابر کامپیوتری هست، ادراکات ورودی های ذهن ما رو در دست خودش گرفته. به صورت کاملا تصادفی اون میتونه یه ادراکی رو برام مستاق بده. الان من مثلا وارد یه کوچه میشم، یه سگی داخل اون کوچه باشه یا نباشه، هیچ ربطی هم به گذشته و آینده نداره. اون کلا میتونه از عدم یه سگ کاملا تصادفی اونجا ایجاد کنه. فقط من وارد اون کوچه شدم، کسی هم نیست که بازخواست بشه حالا چرا اینجا سگ هست چرا اینجا سگ نیست. و ممکنه یک ثانیه قبل از من کسی اومده اون کوچه رو سرک کشته، سگی نبوده رفته، بعد یک ثانیه بعد که من اومدم دیدم یه سگ هست من میرم، بعد یک ثانیه بعد کسی دوباره سگ نیست. یک تصویری است که فقط تو ذهن من ایجاد کرده دنیا. این میشه اگر شما یک ابر کامپیوتری در نظر بگیرید که تمام ادراکات ورودی های ذهن شما رو در اختیار داره. بله، توی این حالت میشه گفتش که هر ماهیتی که الان توی ادراکات شما مستاقدار میشه یک ابر کامپیوتری هست که داره این ادراک رو مستاق میده. ولی برای جهان واقعی ما خیلی سخته که ما بخوایم همچین چیزی رو در نظر بگیریم، مگر اینکه واقعا میگم کسی اثبات بکنه که این جهان یه دنیای مجازی است که بعد بگه بله پس هر ماهیتی که تبدیل به مستاق میشه در ورودی های ذهن ما یک علتی داشته که این ماهیت رو اومده اینجا مستاقدار کرد. با درک فیزیکی که ما از جهان هستی داریم فعلا چنین چیزی وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که ماهیت هایی که در ذهن ما هستن برای اینکه تبدیل مستاق بشن احتیاج به علت داشته باشن. نه، طبق قوانین فیزیکی که هستن اتفاقاتی میفته، حالا بستگی داره ما تا چه فضا و زمانی باشیم و اون ادراک رو درک بکنیم یا درک نکنیم. علت ها هم در صورتی که اگه علتی باشه، علت ها کاملا فیزیکی هستن، علت های شعوردار نیستن. خب احساس میکنم بحث ترجیح بلا مرجع برای شما روشن شد. مباحث فلسفه ذهنی بسیار پیچیده توی این بحث هست. مهمترینش همینه که واقعا ذهن انسان توانایی تولید عدد تصادفی داره یا نه، و چه داشته باشه چه نداشته باشه اختیار انسان یعنی چی. این بحث خیلی مهمیه راجع به اختیار انسان. آیا این که ما میگیم انسان اختیار داره منظورمون اینه که انسان طبق شاکله خودش رفتار میکنه؟ خب این که میشه جبر، چون شاکله هر کسی معلومه چیه. یعنی اگه انسان طبق ورودی های خودش از اول تولدش تا الان رفتار کنه، شما به این میگید عمل اختیاری؟ که معمولا عرفم به همین میگن عمل اختیاری. فرض کنید یکی مثلا از پیاز بدش میاد، بعد اینو میبرن توی زندان شکنجه میدن، مجبورش میکنن که پیاز بخوره. بعد این میاد بیرون میگه من به اختیار خودم پیاز نخوردم، منو مجبور کردن که پیاز بخورم. ببینید این در واقع به چی میگه اختیار؟ به اینکه طبق میل خودش رفتار کردن میگه اختیار، به اینکه طبق میل خودش رفتار نکرده میگه جبر. این اسمشو گذاشت جبر و اختیار. خب این اگه ما این رو بگیم در واقع اختیار، این اختیار در واقع جبره دیگه. یعنی کاملا رفتار انسان ها قابل پیش بینی نیست. اگر ما به عملی که طبق ورودی های خودمون باشه تا الان بگیم عمل اختیاری، خب ورودی های ما تا حالا کاملا مشخصه و عمل طبق میل و اراده هم میشه کاملا مشخص، عمل بعدی ما هم میشه کاملا مشخص. اما اگر ما به عمل تصادفی بگیم اختیار داشتن، یعنی مثلا توی یک فضای ما یک انتخاب تصادفی بکنیم، به این بگیم اختیار داشتن، چیزی که شاید مثلا فلاسفه بهش بگن اختیار، مردم عادی معمولا به این نمیگن اختیار. شاید اینو باید بحث پیچیده ای است، شاید ما باید خیلی راجع به این مسئله فکر کنیم که ببینیم آیا انسان قدرت انتخاب تصادفی 100% رو دارد یا ندارد. و کامپیوتر قطعا نمیتونه عدد رندوم تصادفی 100% تولید بکنه، مگر اینکه کامپیوتر کوانتومی باشه. من نمیدونم تا حالا انسان‌ها تونستن کامپیوترهای کوانتومی تولید بکنن که از متغیرهای تصادفی مطلق کوانتومی در تصمیم گیری هاشون استفاده، در الگوریتمشون استفاده بکنن یا نه. ولی فعلا کامپیوترهایی که ما میشناسیم اینها عدد رندوم هاشون عدد رندوم های 100% نیست. اینه که زمان به عقب برگرده دقیقاً همون عدد رندوم رو دوباره تولید میکنه. این بس
پیچیده که به بحث برهان وجوب امکان فعلا مرتبط نمی شود. فقط ما اینجا به چه مسئله رسیدیم؟ گزاره 5 برهان وجوب امکان ما قبول نداریم. گزاره 5 چی میگفت؟ میگفت اگر موجود مفروض ممکن الوجود باشد، باید علتی داشته باشد. زیرا هر ممکن الوجودی که موجود می شود علتی دارد. ما این رو قبول نکردیم. اونها خواستن اثبات بکنن با ترجیح بلا مرجح که ما ترجیح بلا مرجح رو هم قبول نکردیم. یعنی گفتن ممکن الوجود یک نوع بلا مرجح هست، یعنی بین وجود و عدم گیر کرده و نمیتونه انتخاب بکنه که وجود دار بشه یا معدوم بشه. باید یک موجود با شعوری بیاد این رو ورداره به سمت وجود یا عدم هل بده، که من گفتم این فرضش فقط میره تو دنیای مجازی، که حالا تو خود همون دنیای مجازی هم باشه نداره، تو دنیای مجازی این اتفاق میفته. از دنیای مجازی که شما برید بیرون تو دنیای واقعی، بالاخره اونجا که دیگه اینجوری نیستش. دنیای واقعی که دیگه مجازی نیست. توی برهان دنیای مجازی هم گفتم دیگه، ما بی‌نهایت دنیای مجازی محال تو در تو داشته باشیم، قطعا تهش به یک جهان واقعی میرسیم. تو جهان واقعی اگه بخوایم بحث بکنیم، اونجا که دیگه ترجیح بلا مرجح نداریم، اونجا محال نیست دیگه. اونجا که دیگه کسی نیست که بیاد ماهیت ها رو به سمت وجود یا عدم هل بده. اونجا یا موجود موجود هست یا موجود موجود نیست. مفاهیم اونجا همه واجب الوجودن، واجب الوجود به ذاتن و هیچ ممکن الوجودی نداریم. ادراکات ما ماهیت ها یا توش وجود دارن مستقر دارن یا توش وجود ندارن و مستقر ندارن، و این هم دقیقاً بسته به این هستش که چه چیزی از قبل اونجا بوده باشه. کسی نیست که بیاد یه چیزی رو برداره به سمت وجود پرت کنه یا به سمت عدم پرت بکنه، یعنی همچی چیزی نیست. این که گفته ممکن الوجود باید حتما علتی داشته باشه، در واقع این که مستاق هایی که در جهان خارج هست و ما اونها رو ادراک میکنیم رو اسمشو گذاشته ممکن الوجود، این یه ادعاست. این که گفته اینها باید یک علتی داشته باشن که حتما به وجود بیان، یعنی این گزاره کلی که همه چیز باید علت داشته باشه، این یه گزاره ادعایی است و ترجیح بلا مرجح نمیتونه اینو اثبات بکنه. یعنی ترجیح بلا مرجح اصلا از ممکن الوجود بودن هیچ استفاده ای نکرد توشا. اگه کسی ترجیح بلا مرجح رو قبول داشته باشه به معنی حکم کلی، همه چیز باید مرجح داشته باشن. کجای ترجیح بلا مرجح محال بودن از امکان استفاده کرد؟ همه چیز یا معدومه یا موجوده دیگه، بس بگیم یا یکی اینو باید به سمت موجود بودن هل داده باشه. هیچ جایی نداشتیم در اینکه ترجیح بلا مرجح محال است از امکان اون موجود استفاده کرده باشه. و بعدم گفتیم که اصلا نسبت دادن امکان به یک سنگ یک نسبت دادن دایس. کی میخواد بیاد ثابت کنه که این سنگ ممکن الوجوده؟ یه تیکه سنگ است. شما از کجا میدونید که این ممکن الوجوده؟ از کجا میدونید اصلا این سنگ حادثه؟ اینو از کجا فهمیدید واقعا؟ شما حدوثش رو ندیدین که. خیلی سخته شما بخواید ادعا کنید این تیکه سنگ حادثه. را فرض کنید که فیزیک به شما یاری بکنه بگه آقا این سنگ حادثه. شما چگونه میخواید بفهمید که این سنگ حادث ممکن الوجوده؟ اینو خیلی سخته درکش. چگونه اینو فهمیدید؟ این سنگ الان وجود داره. چگونه میخواید بفهمید که این سنگ باید باشد، نباید باشد؟ این باید بودن، نباید بودن را از کجا بهش نسبت؟ خب امیدوارم که بحث ترجیح بلا مرجح براتون کاملا واضح شده باشه، و اگر هم سوالی براتون هست سعی بکنید که خودتون رو توی فضای ترجیح بلا مرجح قرار بدید، ببینید که واقعا ذهنتون اینگونه رفتار میکنه یا نه. فرض کنید گرگی دنبالتون کرده، به یه دوراهی میرسید، اون دوراهی کاملا یک ساله، شما انقدر اونجا وای میستید که یکی بیاد شما رو بخوره، یا اینکه تصادفی یکی از اون دو تا رو انتخاب میکنید. این رو بهش فکر بکنید، سعی کنید به ساختار ذهن انسان دقیق بشید، ببینید که آیا انسان عدد تصادفی محض میتونه انتخاب بکنه یا نمیتونه انتخاب بکنه. در هر صورت هیچ ربطی به برهان وجوب امکان نداره. در هر صورت موجودات اینجوری نیستن که باید علت داشته باشن. ترجیح بلا مرجح فعل موجودات با شعور، یک بحثی از فلسفه ذهن، یک بحث کاملا علمی محض، و برمیگره به اینکه ذهن انسان چگونه رفتار میکنه. آیا ذهن انسان ها قدرت تولید عدد تصادفی مطلق رو داره یا نداره؟ حالا برفرض که نداشته باشه، آیا اصلا ما عدد تصادفی مطلق در جهان هستی داریم یا نه؟ اگر داریم، آیا اون عدد تصادفی مطلق میتونه روی ورودی های ذهن ما تاثیر بگذاره و در نتیجه ما خروج اونم تصادفی مطلق بشود یا نه؟ اینا میشه بحث مباحث فلسفه ذهن که مباحث خیلی جذابی هم هست، اگه دوست داشته باشید میتونید راجع بهش فکر بکنید. خب ما در جلسه بعد به بحث تسلسل و دور میپردازیم، اون هم بحث شیرینی هست، امیدوارم که از اون بحث هم لذت ببرید. هر سوالی که دارید، اگر هر قسمت از بحث براتون جا نیافتاده، اینو لطفا توی کامنت ها بپرسید. بالاخره دیر یا زود من تمام کامنت ها رو مطالعه میکنم، سعی میکنم یک جوری توی بحث های بعدی پاسخ سوالات شما رو بیارم. باز اگر اینجا نتونستید به پاسخ سوالاتون برسید، توی دیسکورد امکان چت مستقیم هست، اونجا مباحثتون رو مطرح بکنید و من دیر یا زود بالاخره هر زمانی که فرصت بکنم به سوالات شما عزیزان پاسخ میدم. امیدوارم که شاد و سرپرند و پیروز باشین، همواره در زندگی موفق باشین و پیوسته دنبال حق و حقیقت باشین. بدرود.